کمی پیش وقتی میزان تورم ماه آگوست در آمریکا منتشر شد، با وجود اینکه نسبت به ماه قبل کاهش نشان میداد، اما چون فقط 0.2% بالاتر از انتظار بود، باعث شد که بازارهای سهام این کشور واکنش شدید نشان بدهند و نگرانی ها از احتمال اقدامات سختگیرانه فدرال رزرو برای مقابله با اژدهای تورم اوج بگیرد. البته افت ارزش سهام همراه با موج تورمی اگر نگرانی از اقدامات فدرال رزرو را هم نداشته باشد، طبیعی به نظر می رسد، چرا که افزایش تورم باعث کاهش فعالیت واقعی اقتصادی و تقاضا برای پول خواهد شد و طبیعتاً بر سود شرکت‌ها در آینده تأثیر منفی گذاشته و به نوبه خود منجر به کاهش قیمت سهام می شود. اما در بورس تهران شرایط کاملاً متفاوت است و معمولاً رابطه مستقیمی میان تورم و رشد سهام وجود دارد. شاید به همین دلیل است که لقب تورم دوستی را به بازار سهام ایران دادند. البته به نظر می رسد این نوع نگاه در بورس تهران هم در حال تغییر است. اما اصلا دلیل این تفاوت دیدگاه میان بازار سهام ایران و کشورهای توسعه یافته در چیست؟ به نظر می رسد این تفاوت نگاه را می توان با دو سوال بررسی کرد. اول اینکه سیاست گذار ایرانی در مواجهه با تورم چه واکنشی نشان می دهد و این واکنش چه تأثیری بر جا می گذارد؟ واقعیت آن است که در کشورهای توسعه یافته سرمایه گذاران به این باور رسیدند که تصمیم گیران به تورم اجازه قدرت گرفتن نخواهند داد و از هر ابزاری و به هر نحوی آن را مهار خواهند کرد، حتی اگر به رکود منتهی شود. در چنین شرایطی طبیعتاً با افزایش نرخ بهره برای مهار تورم انگیزه سهامداری موقتاً کاهشی می شود. روی دیگر این سکه اما اثر قاطعیت سیاست‌گذار برای مهار تورم است، جایی که شاهد انعکاس رکود اقتصادی احتمالی ناشی از مهار تورم بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی خواهیم بود. اهمیت این موضوع در آن است که در این کشورها بورس آینه اقتصاد است و سرمایه‌گذاران معتقدند هر رونقی که در این شرایط ایجاد شود یک رونق واقعی نبوده و نمی‌تواند رشدی پایدار را برای بازار سهام برمقام بیاورد. پس ورود به بورس با قمار روی تورم عقلانی به نظر نمی‌رسد. اما در فضای بازار سرمایه در ایران، از آنجایی که در نتیجه رفتار منفعلانه سیاست‌گذار تورم در بلند مدت نهادینه و از کنترل خارج شده، هم واکنش تصمیم گیران حداقل در کوتاه مدت و میان مدت اثر چندانی ندارد و هم سرمایه گذار زمانی که پی میبرد نمیتواند از بخش واقعی اقتصادی عایدی داشته باشد، دست به دامن تورم میشود تا شاید از این رهگذر سودی اسمی به جیب بزند. از این رو در برخی کشورها که ایران هم در زمره آنها قرار میگیرد، با اوجگیری تورم شاهد رشد قیمت سهام هستیم.